کجای کاریم و شما کجایید. میبینیم ویدیو رو کارگردان عزیزم. و این گزارشی هم که الان میبینید اسناد مهمتری هست که ارتباط بنده با بنیاد جامعه باز و با بنیاد سروش در زمان سفارت بنده. بنیاد جامعه باز وقتی که من به نیویورک رفتم با ایران ارتباط داشت، به ایران سفر میکرد، با در با قسمت‌های مختلف با شهرداری‌ها ارتباط داشت. اون چه که من انجام دادم این بود که این ارتباطات رو در واقع محدود و منظم کردم و هر دفعه اینها موظف بودن بیاد به من گزارش بدن که چه کار میکنن که اجازه ندهم خارج از منافع ملی کاری در این زمینه صورت بگیره. بعدها که آقای کیان تاج‌بخش که نماینده بنیاد جامعه باز در ایران بود در ایران دستگیر شد، این رو به عنوان اعتراف مطرح کرد که من میرفتم و به ظریف گزارش میدادم و حتی پیشنویس نامه هاش رو مینوشتم. این یک واقعیته که بنده به جای اینکه این اعترافات آقای جواد ظریف خیلی مهمه، خیلی قابل تفکر هست، تفکر بر این مسئله بسیار مهمه، نباید آسان از کنارش بگذاریم. ایشون خودش به عنوان وزیر خارجه الان و پیش از این به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل در نیویورک اعتراف میکنه که نماینده، نه نماینده استعمار جدید جهان اقتصاد در ایران که بوده آقای کیان تاج‌بخش، ایشون که رئیس این استعمار نوین جهانی در ایران بوده گزارش‌هاش رو به ایشون میداده. یعنی چی؟ یعنی ایشون درجهش خیلی بالاتر از این حرفا بوده، حتی پیش از این که ایشون فیر ایران در سازمان ملل پیداست که با این تشکیلات کار میکرده. آقای آنتونی ردک که نماینده جورج سوروس هست در خاورمیانه از قدیمشون استخدام کرده. بنده یحیی کیان تاج‌بخش هستم، متولد تهران 1340، فرزند سیروس. کیان تاج‌بخش از 7 سالگی به انگلستان رفت و تا فوق لیسانس را در همان کشور خواند. سال 1363 به آمریکا مهاجرت کرد و دکترای جامعه شناسی شهری گرفت. سال 1376، سال تحولات کلیدی در ایران، تاج‌بخش به دیدار فردی رفت در بنیاد جامعه باز متعلق به جورج سوروس. این فرد آنتونی ریکتر مدیر بخش خاورمیانه این بنیاد بود. او طرح پژوهشی را ارائه کرد که موضوعش پتانسیل‌های شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران بود. ریکتر از او خواست برای عملی کردن این طرح به ایران برود. تاج‌بخش به ایران آمد. در وزارت کشور با مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزارت کشور آشنا شد و همچنین با یکی از اطلاعاتی‌های کهنه‌کار کشور سعید حجاریان. موضوع گفتگو با این دو نفر نحوه تحقق جامعه مدنی در ایران بود. با همکاری چهره‌های مختلف سیاسی و دانشگاهی این موضوع سرمایه اجتماعی به تصویب قانون مملکت در مجلس ششم رسید. ورود مدیر ارشد بنیاد سوروس به ایران در 1382 به دعوت رسمی وزارت امور خارجه که ورود آقای ریکتر به ایران باعث شد که ایشون فرصت پیدا کنه که با چهره های دولتی و غیر دولتی ملاقات کرده و با پیشنهادهای پروژه های مختلف کار عملی در ایران شروع شه. حاشیه امن برای فعالیت های این فعالیت ها و همکاری ها بین عناصر داخل کشور و بیرون کشور ایجاد شد که این منجر به عدم حساسیت نظام نسبت به اهداف دراز مدت این برنامه ها شد.
بنده به عنوان مشاور رسمی بنیاد سروس به دولت جمهوری اسلامی ایران رسما و آشکارا معرفی شدم. بنده به عنوان مشاور رسمی بنیاد سروس به دولت جمهوری اسلامی ایران رسما و آشکارا معرفی شدم. به گفته تاج بخش، محمد افشانفر از نخستین افراد اصلاح طلب بود که با بنیاد سروس رابطه برقرار کرد. اگر ما یکی از اولین نمونه های این برگزاری ارتباط سفر آقای افشانفر به بنیاد سروس قبل از سال 76 ببینیم، می توانیم نهایتاً به ملاقات مستقیم جناب آقای خاتمی با آقای سروس در نیویورک در حدود 1385 ما ببینیم. جناب آقای محمد جواد ظریف که مسئولیت این جریان رو به عهده دارد، در زمانی که در نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل هست، های بنیاد جورج سروس رو به داخل ایران ایشون باز می‌کند. نامه می نویسد به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل به وزیر بهداشت وقت دولت خاتمی و دو نفر رو معرفی می‌کند که اینها متخصصین امور بهداشت و پزشکی هستند، برای همکاری با دولت اصلاحات میخوان به ایران بیان. این بوده اول بنیاد جورج سروس با این نامه ایست که جناب آقای ظریف به دولت وقت مینویسن که فردی که این تیم نیویورکی ها رو به طور کلی مدیریت میکرده و مسئول میز ایران در بنیاد جورج سروس هست. آن تاج بخش میگفته ما 6 ماه یک بار میرفتیم به نیویورک، به دفتر ظریف می رفتیم، گزارش پیشرفت خودمان رو در ایران برای برنامه های این بنیاد به ایشان می دادیم. در زمان در مورد ارتباط بنده با بنیاد جامعه باز و با بنیاد سروس در زمان سفارت بنده، بنیاد جامعه باز وقتی که من به نیویورک رفتم با ایران استاد شرفشاهی، مسلمان ها معمولا 17 رکعت در روز نماز بکنن و غیره. من میخوام بگم ایرانی اگر ایرانیست، اگر تازی نیست، اگر بعثی نیست، یا تو نه روشن کرده میکنم بعد میگیم تازی منظور اون بعثی ها ایران که در ایران دارن حکومت میکنن نیست، بایستی این 7 دقیقه ویدیو رو روز 17 بار گوش کنن، حتی برنامه سازان، حتی لیکی فکر مردم دستشونه، بعد بر محور این برید جلو. آقا خودش داره کیان تاج بخش میگه، آقا این شهر جایی میگه از سال 1976 این میره برای اونا کار میکنه. سال 1976 چه روزیست؟ اینو من ارمغان کردم به روان پرفتور محمد رضا شاه و رضا شاه بزرگم نازنینا. 1976 روزیست که شاه میگه ما دیگه نفتمون رو مفت و مجانی به انگلیس نمیدیم، اینا اگه بخواهی نفت ما رو بخرن باید بیان تو صف بایستن مثل بقیه. از همونجاست که پل اردمن، پل اردمن نیست که از رفقای جورج سروس هست، بانکی از همون موقع میاد کتاب سقوط 57 رو مینویسه، دقیقا سال 57 که شاه رو ساقط میکنن سقوط 57 پل اردمن مینیزه و اونجا از نقش عربستان سعودی به عنوان کسی که پول این کار باید بذاره و مارکسیستا و کسای دیگه و ملی پلی ها اینا میگه و دقیقا عمل میشه. نکته بسیار مهم دیگه ایشون خودش داره میگه رئیس سروس در ایران میگه دیدار خاتمی با سروس. بعد خیلی جالبه یک مشت الدنگ شلقم که یارو حتی یکیشون معاون رئیس جمهورشون بوده اینا، اینا اومدن سرسرهای اخیر است چرچو برای که اینا ماسمالی کنن، گفتم نه این دیدار سروس اینا رو ما جدی در آوردیم. من همون سال گفتم، همون سال. نکته بسیار مهم دیگه این که استاد شرفشاهی عزیزم تا الان اینا در ایران دارن حکومت میکنن و این آتشخاله کشمون این بازیچه است، بازیچه اینا عروسکن
دارن قدرتشون رو پیش میبرن در هر زمینه ای و همه ما را خواب کردن، در خواب داریم به سر میبریم. و الان شما دیدید استاد شهرچایی یه دختر ایرانی رو به خاطر چهار لاخموش یک بعثیه پدر سوخته ای که دوربین دستشه یا نمیدونم چه دستشه این جا... یا این لچک به سر همه رو بعثیه همین نمونه که با جنگیدن. الان یه فیلمی هست حتما دست آقای شهرتی رسیده خواهید دید. آقا بچه های جانبازان رفتن اینا که با صدام جنگیدن رفتن حق و حقوقشون میگن اینا زدن لطفا کردن. دیدم شما تو روزنامه هم نوشته بوده آقای شرفچایی آقا بچه هایی که جنگیدن رو خود این بحثی ها بحثی هم دیگه میزن میخوشن. حالا همین رو من به شما بگم بچه های ما دو تا لاخموشون میاد بیرون اینا رو میزنن میکشن عزیزان منو. ولی شما ببینید من البته نمیخوام کسی رو بگیرم، من مخالف زندان هستم، هر کسی زندان شخصی نداره، ولی میخوام بدونم این مردم روشن بشن. ولی این یارو مصطفی تاجزاده اون تاجور شدی تاجزاده اسمش بود که گفت که از کی با سروز داره کار میکنه، این با عنوان و افتخار میمیشه سید مصطفی تاجزاده میاد سخنرانی میکنه حرف میزنه از تو زندان و اطلاعیه میده فلان میده، هیچ کس بهش کاری نداره. خامنه ای رو میزنه اون رو میزنه و دختر میهن من لاخ موش در میاد میکشنشون این پدر سوخته ها. یعنی ببینیم این حکومت، من اینو میگم به سران ارتش، به کسانی که سلاح دستشونه که بابا از خواب بیدار شید، از خواب بیدار شید. بیگانه در ایران هست، معینی کرمانشاهی سرود این رو و داروش هم خوند، بیگانه در ایران هست، بیگانه در ایران هست. پاشید عزیزان من، اونایی که قدرت دارن پاشن از بچه ها دفاع کنن. بله، این رابطه جمهوری اسلامی و عربستان میدونید تقریبا یه مقداری عادی شده، یه مقداری با هم دیگه در حال مطالبی رو رد و بدل کردن اینا، ولی این شکننده است، ممکنه در اثر یک حادثه یه چیزی این دوباره اوضاع یه جوری دیگه بشه. یه فردی هست به نام علی اکبر رائفی پور، اسمش شما نمیدونم شنیدین یا نه، این یه آدمی بود که سالها مثل سدعلی خامنه ای به عربستان سعودی دشنام میداد، به پادشاه و ولیعتشون دشنام میداد، و این بعد از مدتی که اعلام شد که اینا رابطهشون حسنه شده، این رائفی پور رفته عربستان. حالا این عربستان یقه اینو گرفته اجازه نمیده برگرده ایران، میگه تو آدمی بودی به ما بدترین دشنام ها رو اینا رو دادی، این حالا رفته تو سفارت جمهوری اسلامی در عربستان زندگی میکنه. و استاد شهرچایی هدیه دیگه که به شما میدم، سر این فرزند یاسر عرفات رو به شما میگم. اولا که برگشت ایرون بلش کردن، درستانی اصلا دستگیر نشده بود، همینا دروغ و چرت بود. این توی کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی رفته بود، قایم شده بود. حالا من اسرار پشت پرده رو به شما میگم. اسرار پشت پرده اینه که به هیچ عنوان عربستان سعودی این رو بازداشت نکرده بود، ولی خود نظام جمهوری اسلامی، چون دیگه دو هفته پیش اینجا بحث کردیم، صحبت کردیم، عرض رو گفتم بهتون که با عربستان ساخته و ساختن با عربستان سعودی براش خیلی حیاتی است. یعنی اینا برای گسترش اسلامشون در جهان سه کشور عربستان، ایران، ترکیه متحد شدن. الان یک اختلافاتی دارن همیشه با هم، مثل بنی هاشم و بنی امیه، حتی بین خود بنی هاشم توشون اختلاف بوده، مثل که الان مصطفی تاجزاده چون با سروس کار میکنه با سید علی خامنه‌ای مشکل داره، اینا پسرعمو پسرعمه هم، مثل موسوی، خود موسوی خامنه بود با خامنه ای اختلافات داشت، اینا اختلافات داخلیه. حالا این سه کشور مقتدر هم که با هم متحد شده اختلافات دارن اونجای خود. رائفی پور رژیم الان میخواد چون یک دست کنه و بعد میخواد ترتیب یک سری کسایی که جفته که علکی میزنن به خاطر که میخوان فردا خودشون نامزد ریاست جمهوری کنن یا اینکه مشتری بیشتر خر کنن و یا چون باند بعثی های عراقی هستن میخوان تشنج زدایی بکنن در ایران، این خود ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی میرن به رائفی پور میگن آقا اینا میخوان بیان تو رو بگیرن، تو فرار کن، برو توی کنسولگری قایم باش.